بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، امروز فرصتی پیش آمد، فرصتی که غنیمت می شمارم. پس از ماها تونستیم باز با آقای تیمسار دریادار امیر هوشنگ آریانپور باشیم. یکی از دوستان راجع به همین تیمسار دریادار، سپهبد، سرهنگ اینها صحبت کرده که سوال کرده که از شما میپرسم، هر وقت ماهر بودید پاسخ بدید. خب آقای آریانپور خیلی خوش آمدید، دیگه نمیگم به تلویزیون مردم، به تلویزیون خودتون خوش آمدید. این شما، این هم مردم در سر تا سر جهان سلام و احوال پرسی اگه میخواین بکنید. اون روز آقای یزدان خداوندلو در برنامهشون کتاب برادر شما رو نشون دادن و گفتم که بابا ما اینجا از وجود این آریانپورها واقعا بهره میبریم، یادش بخیر آقای مشایخی. بعد خیلی جالبه شماها که حتی خودتونم کتاب نوشتین و معمولا سلطنت طلبا میگن شما یاقی بودی و دزد بودی، 20 تا دکتر تا حالا تحویل 28 تا ماشاءالله 28 تا دکتر تحویل جامعه دادی، 19 تا استاد دانشگاه. بله، حالا یکیشون داره از بالای دکتران بالاتر میره برای محقق شدن که این درجه بالای پی اچ دی و اینها هست، بالای دکترا. و اونایی که 16 و پرینس و اینها بودن، یکی یکی خبرای دوزی برای 300 دلار. آقای آریانپور طلب برای ماهی 300 دلار، آخه من نمیدونم بابا، موهاتم که سفید، سنی از رفته، این همه پول داری برای ماهی 300 دلار میای حق مردمی که کار کردن رو میگیری که فودستم، یعنی بری کمک خوراک بگیری. من دیگه ساکت میشم، چون دوست داران شما وقتی شما میان اینجا به من میگن تا حرف نزن، آقای آریانپور صحبت کنه. دوستان این شما و این هم آقای امیر هوشنگ آریانپور. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، خوشحالم که آقای سربی این فرصت رو دوباره به من مرحمت کردن که بتونم مطالبی رو به اطلاع شما عزیزان برسونم. ضمناً برای اینکه ما در آینده بیشتر مزاحم آقای سربی نشیم، من یادداشتی کردم، ایمیل خودم رو همراه با بلاگی که در گوگل برای خودم از 10 ماه پیش تهیه کردم و تا الان بالغ بر 300 نوشته رو در اون گنجوندم که این 300 صفحه بالغ بر 3000 صفحه نوشته تحقیقیه، تمام منابعی رو که من در این نوشته هم ازش استفاده کردم در اون ذکر شده، مشخصه، و اگر کپی کردم از دیگران نامشون رو نوشتم، و اکثر نوشته هم در انتهاش نوشتم گرد آوری. برای هیچ کس در دنیا وجود نداره که هر چیزی رو خودش بتونه بدون استفاده از دیگرانی که در طول تاریخ مطالبی رو بررسی شده تهیه کردن استفاده نکنه. حتی استادان دانشگاهی که در دانشگاه تدریس میکنن نوشته های خودشون نیست، از دیگران استفاده میکنن. بنابراین فکر نکنید وقتی لغت گردآوری میاد یعنی اینکه ارزش نداره. اتفاقا گردآوری نشون میده که این مطلب ارزش داره، دیگران تهیه کردن، مستند میشه، مستند پس میشه. ادعای من هیچ وقت نکردم که نویسنده بوده یا خواهم بود یا هستم. البته میگن پیر مردی برو کتابی چند، من سعی میکنم که از فرصتی که به دست آوردم و فرصت زیاد و امکاناتی که در این کشور، شایدم در کشورهای دیگه نصیب امثال من شده، استفاده کنم و به اون آگاهی ها، اطلاعاتی که بایستی در گذشته می داشتم ولی هیچ کس من رو تشویق نکرد
هیچ کس منو وادار نکرد که برو مطالعه کن، وگرنه اوضاع ما به همون بدی چه بود باقی میمونه. امیدوارم حرف من در جوانان اثر کنه، فکر نکنن با تمام کردن یک مدرک تحصیلی فارغ التحصیل شدن. هیچ کس در این دنیای ما تا روزی که زنده است فارغ التحصیل نمیشه. بدونید که کلمه فارغ التحصیل در هیچ زبان خارجی وجود نداره. این از اختراعات خود ماست که یه چیزی رو که یاد میگیریم آنن فارغ التحصیل میشه. در اینجا به کمک دوستان من سعی کردم مطالبی رو که تیترشو سریعا خدمتتون عرض میکنم و مطالبی رو که بر مبنای اینها تهیه کردم خدمتتون تا اونجا که زمان باشه و من بتونم بیان کنم میکنم. اجازه بدید من یه چیز اضافه کنم از لحاظ زمان. امروز نگران نباشید، معمولا وقتی آقای آریانپور لطف میکنن میان اینجا ما میگیم 45 دقیقه تا یک ساعت، امروز شما تا 90 دقیقه اگه خواستید صحبت کنید، ولی خواهش میکنم اگر خسته شدید و اینها خودتون بگید. در رابطه با اینکه اینها رو نوشتید و تا اونجایی که امکان داره، من قبل از برنامه هم از ایشون سوال کردم آقای آریانپور شما روزی چند ساعت تحقیق میکنید، میخونید، مینویسی و اینا رو آماده میکنید؟ چقدر خوب شد که ایشون گفت 300 تا مقاله های کوتاه و بلند روی وبلاگشون گذاشتن. من آدرس ایمیل مستقیم ایشون رو الان بهتون دوستان نشون میدم، اینجا روی صفحه میبینید، هوشنگ آریانپور 1930@gmail.com باهاشون تماس بگیرید، خیلی سریع پاسخ میدن و خیلی کارشون مرتب هست. در رابطه با مرتب بودن براتون بگم که دو نسخه چاپ کردن، یکی برای خودشون یکی برای من، یه نسخه هم گذاشتن روی فلاش درایو آوردن و زدیم به کامپیوتر سیستم اینجا که اونو توی کامپیوتر نشون بدیم. اولین باری که من از آقای آریانپور دعوت کردم و ایشون لطف کردن آمدن تلویزیون مردم، برخلاف دوستان دیگه‌ای که میگه نمیدونم کاغذم کجاست یا میدونم نوشته بودم یادم رفت، دیدم ایشون با یک فلاش درایو اومد و بهش گفتم شما کارهای کامپیوتری و اینها شما لطف کنید یه بار دیگه ماجرای کامپیوتر و شما که چه سالی با کامپیوتر کار کردید و برای دوستان خلاصه بگید. این فرصتی بود در سال 1960 که من برای تکمیل دوره مهندسی به امریکا اعزام شدم و تا 1963 مدارکی رو تونستم بگیرم. یکی از دروسی که اونجا به من یاد دادن و تازه کامپیوتر وارد بعضی از دانشگاه‌های امریکا شده بود و اون هم سیستم بسیار قدیمی که فضای بزرگی رو باید تهویه مطبوع می کردن، خاک وارد اونجا نشه و نوارهای عظیم دائما در حال کار بود، البته پنچ می کردید خواستتون رو و می زدید کار، یعنی روی کارتها سوراخ می کردید، سوراخ می کردیم و اینها. من از اون موقع یک چیزهای بسیار کمی رو یاد گرفتم و این البته کمکم کرد، کافی نبود به هیچ عنوانی. من هر روز یه چیز جدید در مورد کامپیوتر یاد میگیرم. همین امروز که اومدم خدمت آقای پارسا سوربی 4-5 نکته بسیار مهم از ایشون فرا گرفتم. خواهش میکنم، ازتون تشکر میکنم. بذارید پس به دوستانم بگیم آقای آریانپور جدیدن لپتاپ یا کامپیوتری که گرفتن ویندوز 10 داره و میگن دیگه من نمیتونم تلویزیون مردم رو تماشا کنم. گفتم والا این آقای بیل گیت قول داد که ویندوز 10 که میاد میدیا پلیرش یونیورسال باشه، یعنی شما با تلفن دستی بتونی نگاه کنی، با آیپد که مال مکنتاشه بتونی نگاه کنی، با ویندوز هم بتونی نگاه کنی تماشا کنی.
کاری که کرد حتی ویندوز هم که ما بدون مشکل نگاه میکردیم این رو هم خراب کرده و شما یا باید خودتون وارد باشید اد آن پلاگین اضافه کنید یا ببرید $20 $50 بدید به یکی از این مغازه‌های بست بای و اینها درست کنن. در هر صورت به ایشون گفتم که چطور این کار انجام بدن. ضمناً باز با آقای آریانپور نشون دادم که این امروزها یعنی الان 2 ماهی میشه که ما از طریق یه سیستم خیلی ساده برنامه‌مون رو روی فیسبوک هم مستقیم پخش میکنیم، روی فیسبوک مردم تیوی، روی فیسبوک شخصی خودم، امروز چون ایشون هم مهمون ما هستن همین الان روی فیسبوک شما هم گذاشتم، اگر کسی الان روی فیسبوک شما باشه اونم میتونه نگاه کنه. همش با 2-3 ثانیه واقعا وقت تلف کردم. من بیش از این مزاحم کن نمیشم و میریم سراغ صحبتایی که دوستان کردن، پرسشایی که کردن، زحمتی که ایشون کشیده و این 7 تا به اصطلاح تاپیک یا موضوع رو آماده کردن. بحث اینجوری شروع شد، ماجرای خلیج فارس بود. خلیج فارس، آقا آمریکا اونجا چی کار میکنه؟ بعد آمریکا که اینقدر مغرور ادعا میکنه که من تکنولوژی همه تکنیکا بهترینه، تکنولوژی بهترینه، چجوری هواپیمای مسافربری رو به جای جت جنگی میزنه، بعد چجوری اشتباهی میره توی آبهای این و اون، بعد میگه ببخشید اشتباه کردم و این ماجرا رو یه مقدار توضیح بدید. البته چون به اصطلاح شما اینا رو ردیف نوشتید، من اینجا هستم که هر جوری که شما میگید برنامه رو پیش ببریم. ضمناً آقای آریانپور وقتی که اینها رو من نشون دادن گفتن که استوربی اینا رو بخون، گفتم من نمیخونم مگر اینکه شما توی برنامه بگید استوربی این قسمت رو بخون که بیننده ها و دوستداران شما ببینن که من دارم گفته شما رو اجرا میکنم و الا من نمیخوام بپرم وسط حرف شما. بفرمایید و هر جوری که دوست دارید. الان عرض میکنم این 7 مطلبی رو که من تهیه کردم اگر بخواهیم بیانش کنیم من فکر کنم 4-5 ساعت وقت بخواد. البته همونطور که عرض کردم اگر با ایمیل من یا با بلاگ من در گوگل تماس بگیرید، در بلاگم همه اینها درج شده، در ایمیلم اگر درخواست بکنید یعنی تماس بگیرید نه درخواست، من با کمال میل و سریعا این مطالب رو به طور کامل براتون ارسال میکنم. این مطالب عبارتند: 1. معنی دیکتاتوری چیست؟ 2. خاورمیانه به کجا میگن؟ چه کشورهایی در اون هستند؟ 3. سلاح ایران در تنگه هرمز چیست که امریکا و بعضی دیگر از کشورهای جهان رو نگران کرده؟ نقشه ای رو خدمتتون ارائه میدم که نشون میده امریکا در سطح جهان چه پایگاه های رو برقرار کرده و بعد پایگاه هاشو در کشورهای مختلف جهان، اروپا، امریکا، افریقا، استرالیا و غیره، با نام کشوری که درش پایگاه داره ذکر میکنه. من که وحشت کردم. حالا ببینیم دوستان بعد با تماسهاشون با شما میگن که اونها هم همین حالت بهشون دست داد یا نه. بفرمایید. 6. در دنیا 6 راه آبی بسیار مهم وجود داره که در هر روز هزاران کشتی تجارتی، جنگی، نفتکش و غیره ازش رد میشه. من تصویر اینها رو، محلش رو و غیره رو براتون آماده کردم که امیدوارم مورد نظرتون قرار بگیره. آخرین قسمتش پایگاه‌های دریایی امریکا در سطح جهان و ناوگانی، 12 ناوگانی که امریکا در سطح جهان گذارده. اگر اجازه بدید ما با بخش 1
که دیکتاتور و معنی آن چیز شروع میکنه. من استدعا میکنم فقط اون قسمت کوچیکشو که با رنگ قرمز نشون دادم آقای سربی عزیز مطالعه کنن، براتون بخونن. خیلی ممنون، اجازه بدین تا من اینجا را هم نشون بدم که دوستان ببینن. بله، دیکتاتور در واژه به معنی کسی که دیکته میکند. دیکتاتوری های معاصر اغلب یا به عنوان رهبر یک حزب یا به کمک پیروان خود از طریق شورش یا کودتا حکومت را به دست می گیرند و یا از طریق قانون اساسی بر سر کار می آیند و به تدریج حکومت دیکتاتوری به وجود می آورند. دیکتاتورها نوعاً به اتکای یک حزب رسمی و کمک پلیس مخفی و تبلیغات شدید به حکومت ادامه می دهند. باز ممنونم که شما منبعش رو هم می نویسید، دایره المعارف فارسی. توضیحات بیشتری در این مورد دادم که تقریبا دو صفحه میشه که اگر ایمیلش رو خواستید تقدیم خودتون میکنم. حالا ببینید دیکتاتور شامل چه چیزهایی میشه. استدعا میکنم اون قرمزا رو. بله، همینجوری که آقای آریان‌پور گفتن، اگر مایل باشید که اینها رو به صورت کامل داشته باشید برای آرشیوتون، بایگانیتون، برای خوندنتون، برای معرفی به دوستاتون، به بچه‌هاتون، هر کسی، با یک ایمیل که آدرس ایمیل رو با زرد روی سیاه نوشتم و زیر این برنامه میاد، آدرس ایمیل هم خیلی ساده است: hushang.aryanpur1930@gmail.com. 1930 تاریخ تولد شما است. ماشاءالله 70 سال به اضافه 16 سال 86 سال. امیدواریم که شما توی خانوادتون معمولا سن هست که بالای 90 خورده یه سال. نه خیلی، من و دو پسرم و برادرم مثل این که رکورد سن رو گذاشتیم. برادرم که بزرگترین 98، ماشاءالله، دو تا پسرمون یکی 97 یکی 97 6 و نیم، منم 96 هستیم. 86 بله. خب و استثنایی بوده. حالا چرا ما باقی موندیم؟ خودم هم در تعجبم. انشالله که باشید سالهای سال. بخونم اینا رو لطفا. بله، الف، بله، دیکتاتوری نوعی قدرتمداری است که چند از این ویژگی ها را داشته باشد. الف، در کار نبودن هیچ قانون یا سنتی که کردار فرمانروا یا فرمانروایان را محدود کند و یا آنکه فرمانروا با قدرت نامحدود خود آنها را زیر پا گذاشته باشد. به دست آوردن قدرت دولت با شکستن قانونهای پیشین. پ، نبودن قاعده و قانونی برای جانشینی. ت، به کار بردن قدرت در جهت منافع گروه اندک. س، فرمانبرداری مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس از آن. جیم، انحصار قدرت در دست یک نفر. چه، به کار بردن ترور به عنوان وسیله اصلی کاربست قدرت. برخی از این سنجه ها همگانی ترند، چنان که می توان صفات دیکتاتوری را در مطلق بودن قدرت، به زور به دست آوردن قدرت و نبودن قواعد منظم برای جانشینی خلاصه کرد. در تاریخ اخیر دیکتاتوری را می توان به دیکتاتوری فردی، چنان که در آمریکای لاتین یا کشورهای عرب یافت می شود، و دیکتاتوری فراگیر توتالیتر تقسیم کرد. بفرم. امیدوارم این توضیحات تا حدی کمک کرده باشه که ما تشخیص بدیم چه کسانی دیکتاتور هست. همینجا دیکتاتوری ایران جزء کدومشونه؟ دیکتاتوری ایران جزء ردیف اوله، چون ما رهبر عالی قدر داریم. چه هر تصمیمی ایشون گرفتن آیه قرآن، حتی ایشون گاهی آیه قرآن هم زیر پا میذارن. میریم به بخش دومش، خاورمیانه. و خاورمیانه کجاست؟
آره، تاپیک شماره دو اینجا، بله اینم اجازه بدید که من یکم بزرگترش کنم که توی صفحه های تلویزیون یا کامپیوتر دوستان بهتر دیده بشه. این قسمت سیاهی که میبینید خاور میانه اصلی بوده، بعدن اروپایی ها یعنی مخصوصا انگلیس و فرانسه اینها رو تبدیلش کردن به فضای بیشتری، کشورهای دیگر رو به این کشورها اضافه کردن که یک کمی بعد توضیحاتی خدمت شما خواهم داد. اگر ممکنه اون خطوط درشت بالا رو مطالعه بفرمایید. اینجا؟ بله بله. خاورمیانه از نخستین خاستگاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین‌های جهان از اینجا برخواستند. نخستین یافته های آدمی در اینجا بوده و همچنین نخستین برخورد انسان‌های هوشمند آفریقایی، نسل امروز انسان‌ها و انسان‌های نیاندرتال می‌باشد. نخستین قانون‌های جهان، قانون حمورایی در حمورایی در اینجا نوشته شده است. خاورمیانه از میانه قرن بیستم مرکز توجه جهانی و شاید حساس ترین منطقه جهان از نظر استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده است و مکان کشمکش های دراز مدت اعراب و اسرائیل است. خاورمیانه زادگاه ادیان مهمی چون یهودیت، مسیحیت، اسلام، بهائیت و ادیان غیر ابراهیمی مثل دین زرتشتی، آیین مهر و مانوی است. نقشه کشورهایی که مجموعه آنها به آنها خاورمیانه گفته میشه. میشه بگیم دلیلی که این ادیان اونجا درست شده برای که جمعیت اونجا بیشتر بوده، چون همه چیز اونجا متمرکز در اونجا بوده، تمدن در اونجا بوده. و وقتی شروع میکنن به کشورگشایی همیشه در خاورمیانه این شروع شده، بعدش به جاهای دیگه سرایت کرده. به این علته که اونها برای اینکه قانونی به وجود بیارن که دیگران ازش تبعیت بکنن، به اسم خداوند این دینها رو به وجود آوردن. میبینیم که دینهای ابراهیمی یعنی یهودی، مسیحی و مسلمان و اون چیزایی که از مسلمانی مشهد، مثل شیعه و غیره و غیره و حتی بهایی، میبینیم همه اینها برمیگرده به ابراهیم، حضرت ابراهیم یا پیغمبر اول. این کشورها رو ملاحظه کنید. بذارید من نقشه رو نشون بدم. بله بله، اجازه بدید. این نقشه ترکیه، سوریه، لبنان، عراق، اردن. تنها صحرای سینا جزء آسیا است، بقیه صحرای سینای مصر جزء آسیا است، وگرنه مصر جزء افریقا است، نمیتونه جزء خاورمیانه باشه. عربستان و شیخ نشین ها اون طرف هم میریم به طرف ترکمنستان، افغانستان و گوشه ای از پاکستان. این خاور میانه بزرگه. حالا کشورهایی که در اون هستن اینم مطالعه بفرمایید. اصطلاح خاورمیانه شناسنده منطقه فرهنگی است، در نتیجه مرز مشخصی برای آن وجود ندارد. همونجوری که گفتید مثلا مصر یه قسمتش تو خاورمیانه است، یه قسمتش تو آفریقا. به طور کلی کشورهای این منطقه عبارتند از اردن، اسرائیل، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، ترکیه، حکومت خودگردان فلسطین، سوریه، عراق، عربستان سعودی، عمان هم میگن، عمان، بله، قطر، کویت، لبنان، مصر، یمن.
اینها شامل این میشن. البته اینها در اصل همشون جز به خاور میانه نبودند. یه ذره برید پایین. اینا رو نمیخوام بخونیم. نخیر. دوستان هر کسی این مقالات رو به صورت کامل میخواد، 7 فولدر مختلفشون درست کرده، براتون میتونیم بفرستیم، با ایشون تماس بگیرید از طریق ایمیل، یا ایمیلشون آسونه، ولی حالا اگر به یه دلیلی اشتباه کردید و براتون مشکل بود، من هیچ مشکلی ندارم که با من تماس بگیرید، من برای آقای آریانپور ارسال میکنم، ایشون معمولا جواب میدن. و ضمناً از اون دوستی هم که تماس گرفته بودن، آقای مهدی، که در کار به اصطلاح ژورنالیستی و اینها هستن، ممنونم و پیام شما را هم با آقای آریانپور انتقال دادم، فوروارد کردم، ایشون هم که تماس گرفته و از این بابت متشکرم. خب این قسمت اصطلاح خاورمیانه بخونم اگر ممکن. بله. اصطلاح خاورمیانه آنگاه رواج یافت که بخش‌های انگلیسی و فرانسوی زبان از آن استفاده کردند. در زبان فارسی نیز در دهه‌های گذشته همین اصطلاح اروپا محور را بی چون و چرا، اینه که شما میگید من یاد ملا نصرالدین و این که وسط بله. زمین اینجاست. اروپا محور را بی چون و چرا و بدون در نظر گرفتن دیدگاه خود در این باره که اصطلاح جنوب غربی آسیا که با معنا و از نظر جغرافیایی درست است برای این منطقه مناسب است، اما ایران و سایر کشورهای جهان بدون هیچ دلیل موجهی اصطلاح خاورمیانه را به طور مستقیم از فرانسوی و انگلیسی کپی کردند، اگرچه گهگاه برخی این نکته را تذکر می‌دهند. البته من اصرار دارم این منطقه را غرب آسیا بگویم، نه خاورمیانه. تعبیر خاورمیانه، خاور نزدیک، تعبیر خاور دور، خاور نزدیک، خاور میانه درست نیست. دور از کجا؟ از اروپا. نزدیک به کجا؟ به اروپا. یعنی مرکز دنیا اروپاست، هر جایی که از اروپا دور است اسمش خاور دور است، هر جا نزدیک تر است خاور نزدیک است، هر جا وسط است خاور میانه است. این تعریفی است که خود اروپایی‌ها کردند. نه، ما این را قبول نداریم. آسیا یک قاره است، شرقی دارد، غربی دارد، وسطی دارد. ما در غرب آسیا قرار داریم، بنابراین منطقه ما اسمش منطقه غرب آسیاست، نه منطقه خاورمیانه. حوصله دارید من یه جوک کوچولو بگم؟ یه روزی ما دعوت شده بودیم خونه یکی از دوستان ایرانی که همه در منطقه مکلین و وینا و اینجا هستن، ایشون در مکلین بود. ما شب دیگه خداحافظی کردیم، گفتیم بریم دیگه، حالا یه کمی راه هست تا برسیم خونه ما. گفت شما چرا نمیایین اینجا؟ گفتم خب بیام اینجا برای چی؟ گفت اینجا به همه چی نزدیکه. گفتم آخه اینجایی که من هستم به چه چیزی دورم؟ گفت اینجا آقای ولف نماینده مجلس بود، آقای ولف اینجاست. گفتم شما معیارتون آقای ولف نماینده مجلس که اون خودش همیشه تو واشنگتن هست، اون وقت شما به این دلیل که خونه ایشون اینجا هست اومدی خونه 700,000 دلاری کهنه رو خریدی 1,200,000 دلار و تازه داری منم تشویق میکنی؟ این ماجرای خاورمیانه رو چرا؟ من چون قبل از اینکه روی اربیام ایشون داشت اینا رو به من نشون میداد، درست یادم افتاد به ماجرایی که به ملا نصرالدین میگن وسط دنیا کجاست یا کره زمین کجاست، چوبشو میزنه زمین میگه همینجا. میگن چطور؟ میگه شما میگید نیست، برید متر کنید. اروپاییان این کارو کردن. به خودشون دوریم، به خودشون نزدیکیم، به خودشون میانه هستیم، اسم اون منطقه رو عوض کردن. بفرمایید. بله، متاسفانه انگلیس و فرانسه برای اینکه نشان بدهند در آن دوران ابرقدرت بودند و هرچی ما میگیم باید اطاعت بشه، که این خودش یک نوع دیکتاتوریه. چگونه اینها میخوان چیزی رو به دیگران تحمیل کنن بدون اینکه حقیقت داشته باشه؟ در گذشته دور همیشه مرکز جهان در خاورمیانه یا آسیای غربی بوده. حالا چطور اینو برداشتن، شیفتش کردن، منتقلش کردن به اون طرف و ما هم از این گوش شنیدیم، از اون تغییر کردیم و قبول کردیم.
آیا مقصر ما نیستیم که همچین چیزی رو قبول کنیم؟ لطف کنید. اینجا دیگه من توضیح بیشتری در مورد خاورمیانه نمیدم. موضوع سوم، سلاح ایران در تنگه هرمز و چرا غرب و کشور امریکا و اسرائیل و دیگران اینقدر از این سلاح ناچیز ما وحشت دارن. خب یه بار دیگه اجازه بدین من به دوستان بگم، دوستان این مقالات و این نوشته ها و اینها را که حاصل ساعت ها اگر نگم روزها کار ایشون بوده، با یک ایمیل ساده میتونید از خودشون بگیرید یا روی وبلاگتون، وبلاگ دارن به اسم خودتونه، وبلاگ به نام هوشنگ آریان پور خط تیره رایتینگز یعنی نوشته ها، هوشنگ آریان پور خط تیره رایتینگ. البته تشریف ببرید توی گوگل بزنید blogger.com. وقتی blogger.com رو زدید، اسم هوشنگ آریان پور خط تیره رایتینگ هم تایپ بکنید، لیست مقالات من که بالغ بر 300 تاست میاد، از فهرستش مطلبی که مورد نظرتونه میتونید انتخاب یک کتاب جامعه. یعنی 300 تا مقاله هر کدومش هم اینجوری همه رو ایندکس کردن، فهرست نوشتن، واقعا کار طاقت فرساییه، ولی با اون عشق و علاقه‌ای که ایشون داره انجام داده. یک نقشه و عکسایی هست از این ماجر. وقتی میگن ناوگان یعنی مجموعه ناوهای یک مختلفی که در یک نیروی دریایی هست. بله این حاضره هر وقت میخواین نشون بده. این سلاحیه که ایران ادعا میکنه داره. از دست راست بالا که نگاه کنی چند تا زیر دریایی های کوچکیه که اینها میتونن برن کف دریای خلیج فارس بنشینن و با سیستم هایی که دارن، کشتی هایی که از بالای سرشون از در سطح دریا رد میشن میتونن ردیابی کنن و با اژدرهایی که وایر کنترله، یعنی به وسیله یک سیمی که به دنبال این اژدر در حرکت خواهد بود و دوربینی که در جلوی اینا هستن، بله دور نخیر اونا مینا هستن، بله. دوربینی که در جلوی موشکه میتونن هدف و این دوربین رو اژدر همون تورپیدو میشه؟ اژدر تورپیدوه، بله. بله بله در یک خط قرار بدن و دشمن رو مورد هدف قرار بدن. البته در اتاق فرماندهی اون زیر دریایی اون مانیتور تلویزیونی وجود داره که میتونن هم دشمن رو ببینن هم موشکی که به طرف دشمن میره. پس این یکی از کارهاییه که سپاه پاسداران میتونه انجام بده. حالا این از زمان قبل از انقلاب هم بوده یا نخیر؟ نخیر. این بعد از انقلاب پس از جنگ 8 ساله بود که نظامیان ایران به فکر افتادن که چیکار کنن با هزینه بسیار کمی اون منطقه رو به صورت امنی درش بیارن که اگر حملاتی دیگران میخوان به ایران بکنن اینا بتونن در مقابلش ایستاده. یه سوال پیش میاد، در دوره شاه ما این زیر دریایی های نداشتیم یا اژدرها رو نداشتیم؟ نه زیر دریایی شو داشتیم نه اژدرها شو داشتیم. یعنی ماجرای خرید یه زیر دریایی بود که دیزل بود و خرید 3 تا زیر دریایی قدیمی رو ما از امریکا که مال جنگ دوم جهانی بود خریداری کردیم که مدرنایزش بکنن، یعنی آپ تو دیتش بکنن
و تغییرات اساسی بهش بدن و بعد بیاریم که از اینها در دریای عمان استفاده کنیم. و با وجود اینکه پول اینو داده بودیم و یکیش ماها قبل از انقلاب تحویل ایران شده بود، کارکنانش 2 سال مدام در امریکا دوره دیده بودن، کلی هزینه شده بود، روی زیر دریایی رفته بودن و آماده حرکت بود که انقلاب شد، یعنی 1 ماه زودتر از انقلاب. البته در زمان انقلاب مدنی که فرمانده نیرو شد، من که یک شخص سیویل بودم، مدت ها بود از نیرو دریایی اومده بودم بیرون، مدنی ازم خواست، چون مسئول امور فنی نیرو دریایی بودم سالها، بیام و اون قسمت رو اداره کنم. تمام سعی و کوشش من این بود که این زیر دریایی ها هرچه زودتر به ایران برگرده. توجه کنید پولشو تمام و کمال پرداخت کرده بودیم، پرچم ایران از دکل این زیر دریایی ها به اهتزاز در اومده بود، یعنی متعلق به ایران. یه فیلمی هم در این باره هست، مثل که جشنی گرفتن، گراند اوپنینگ. البته همون فیلم مسخره رو دلغک بازی کردن کارکنانش، فرماندهش و افسرانی که 2 سال دوره دیده بودن، مثل آب خوردن اینو تحویل امریکا دادن. حتی یک صورت جلسه که ما تحویل دادیم، اونا بگن تحویل گرفتیم، وجود نداره. من دنبال این رفتم، چندین نوشته رد و بدل کردم با مسئولین، با فرماندهش. البته جز فحشای رکیک که به من دادن، منو خائن خطاب کردن و غیره. بعدم گفتن که رژیم جمهوری به ما دستور داد که اینها رو پس بدید. حالا خوب، رژیم دستور داد، کو دستورش؟ اگر دستور داد باید نشون میدادید طی صورت جلسه که این متعلق به ایرانه، پولش رو دولت امریکا به ایران پس بده. چرا این کارو نکردید؟ چرا هیچ مدرکی ندارید که این رو پس دادید؟ البته میدونید وقتی شما درباره حقایقی صحبت میکنید و دیگران به علت تنبلی، سستی و ببخشید خیانت، چیزی که متعلق به ایرانه، من به رژیم کار ندارم، رژیم چه شاهنشاهی چه جمهوری اسلامی مطرح نیست، ایران ایرانه، متعلق به همه ماست و ما نباید قدمی برداریم که لطمه‌ای به کشور ایران وارد شه. چرا این کار رو نکردم؟ به هر حال میگذاریم، این خودش داستانی داره که شما دست دقیقا روی اون گذاشتید و امشب منو دوباره بیخواب. ایران تعداد زیادی مینهای شناور داره. این مینها رو میتونه از جزایر مختلفی که در سطح خلیج داریم روانه خلیج فارس بکنه و مین یه چیزی نیست که به آسونی بشه تشخیصش داد. ریختن مین در دریا در عرض نیم ساعت انجام میشه، ولی پاک کردن این مینها ماها و هزینه هنگفت داره. یه دونه از اینها اگر خاطرتون باشه، در پایان، نزدیک به پایان جنگ ایران و عراق، به یک کشتی امریکایی خورد، خساراتی وارد کرد و در نتیجه اون امریکا با وقاحت اومد سکوهای نفتی پرهزینه ایران رو از بین برد، چند ناو جنگی ایران رو با موشکش از بین برد و در نهایت هم به دستور آقای رگان
تیاره مسافربری رو با 290 مسافر به عنوان اینکه این یک تیاره جنگیه و هدفش نابودی کشتی امریکاییه از بین بردن و بعدم ادعا کردن که ما بابت هر یک از اینا مبلغی برابر 50,000 دلار خسارت میدیم. اگر خاطرتون باشه یک کشتی مسافربری امریکایی رو تروریست‌ها گرفتن و در اون دو یهودی مسافر بودن، دو پیر زن و پیر مرد که اینها رو تروریست ها به دریا انداختن نابود کردن. بابت هر یک از این دو نفر پیر مرد و پیر زن یهودی چندین میلیون دلار از کشوری که وانمود می کردن پشتیبان این تروریست ها بوده گرفتن و به اونها دادن. آیا جان انسان بین ایرانی و یهودی فرق می کنه؟ 290 نفر 50,000 دلار ولی دو پیر مرد و پیر زن از کار افتاده یهودی چندین میلیون دلار. آقای آیاپور، راجع به این مینها، این همونی که ما میشنیدیم مینهای شناور، تقریبا مثل یه چیزیه که این ماهیگیرا میذارن روی آب که بدونن اونا رو بهش فلوت میگن. فلوت بله. فلوت برای اینه که تور ماهیگیریشو بدون که وقتی میندازن نخیر بالا وایس، این تور در زیر آب باشه ولی این نگهش داره. بله. ماهی ها میان وارد تور میشن ولی وقتی میخواد خارج شه دوبالی که داره گیر میکنه و چون این بویه ها این فلوت ها در روی آبه، بعد از 2-5 ساعت ماهی گیر میاد اینها رو در میاره با ماهی های داخلش. پس دومین کاری که ایران میتونه بکنه مینهایی که میتونه در سطح خلیج فارس روانه کنه. عکس مینها رو هم دوستان من نشون دارم میدم اونجا سوایه. آره. به کنار این زیر دریایی ها مینهایی هست که یک کمی مثل این چیزای خشخاش میمونه، یک چیزایی هم داره. ولی سوال من اینه که اینها شناورن یا شناوره؟ فقط اون میلش طوریه که اگر یه ضربه بهش بزنه این منفجر میشه و کشتی یا هرچی بالاش باشه سوراخ میکنه. به هر حال ممکنه کاملا از بین نبره. پس کشتیهای آمریکایی یکیشون به اینها خورده، یه دونه از این مینها به کشتی آمریکایی خورد. البته در اون مورد صحبت خواهم کرد. سومین کاری که سپاه پاسداران کرد، دید از لحاظ نیروی دریایی ایران ضعیفه، قادر نیست ناوهایی رو در مدت کوتاه بسازه که همتراز ناوهای هواپیمابر، ناوشکنهای موشکنداز، زیر دریایی امریکایی، فریگیت ها و هزارون ناوهای دیگهی که در اونجا دارن باشه. اومدن فکر کردن که اگر ما بیام یه مقداری از این قایق‌های کوچک تفریحی که در پلاش ها در تابستان و اینا میبینید و اینها رو مجهزش کنیم به مقدار زیادی مواد منفجره و افرادی که ما تربیت میکنیم برای خودکشی و به البته از دید اونا برای شهید شدن، این فرد حاضر با قایقش به سرعت زیاد به طرف ناو امریکایی بره، خودشو به اون بزنه. کاری که ژاپنیا کردن با هواپیما. بله، با هواپیما میکردن. اینا هم این کارو بکنن، ولی چون سپاه پاسداران بالغ بر 1,000 قایق داره و اکثر اینها رو روش موشک های کوچک گذاشته، از اون نوع موشک هایی که روی شونه میذاشتن پرتاب میکردن، اگر اینها رو از اطراف یک ناوی که میخواد از
تنگه هرمز عبور کنه. اینم عرض کنم تنگه هرمز یک تنگه ایه که عرض کاملش 21 مایله. نصف این تنگه متعلق به ایرانه، یعنی سمت شرقیش، نصف دیگرش متعلق به کشور عمانه. کشتیایی که میخواد وارد خلیج فارس بشه باید از کانالی که در آبهای ایران قرار داره عبور کنه. بذارید من این نقشه تنگه هرمز رو هم نشون بدم. بله اینجاست، الان داریم نشون میدیم اونجا. بله اینجایی هست که خیلی به اصطلاح البته یه نقشه کاملتر توی بعدم میبینیم اونو بعد. اونه که بعد نشونتون میدیم. بله موقع ورود باید وارد آبهای ایران بشن، موقع خروج وارد آبهای عمان. این قسمت تنگه هرمز آبهای بین المللی پس نیست؟ ایران ظاهراً تایید کرده که کشتی های غیر جنگی میتونن در هنگام ورود وارد آبهای ایران بشن. در هیچ جا ایران نگفته کشتی های جنگی بیان از اونجا رد. کشتی های باربری، کشتی های مسافر. ضمن اینکه شفاهن وزارت امور خارجه ایران این موضوع رو تایید کرده، ولی هیچ وقت این تصویب نامه به مجلس ایران نرفته و مورد تصویب قرار نگرفته. بنابراین ایران اگر دلش بخواد ببخشید زمان شاه چجوری بود قانونش راجع به تنگه هرمز؟ اون موقع ما همه چیزمون در اختیار خارجی ها بود. کسی سوال نمی کرد. بله. بفرمایید خونه خودتونه. الان که اینها سخت گیری میکنه، به هر حال یکی از خطرات عمده ناوهای امریکایی، نفتکش ها و غیره که میخوان وارد خلیج فارس بشن همین نفتکش هاست که درست امریکا میگه من میتونم اینها رو نابود کنم. بله از 1000 تا شاید بتونه 200 تاشو نابود کنه، ولی دو تای اینا کافیه که یک ناو هواپیما بره که بالغ بر 4 میلیارد دلار هزینه شه و داخلش بیش از 200 هواپیما قرار گرفته از بین ببره یا از کار بندازه این سوالیه که از دوستان بود. آیا این همون طرحیه که آمریکا گفته ما طرحی در دست داریم که از شر ناوچه‌های ایرانی یا این قایق‌های؟ بله این قایق‌ها. ناوچه‌ها تعدادش کمه، بنابراین میتونه اینها رو یک ناو امریکایی یا هلیکوپتراش یا هواپیماش از راه دور نابود کنن، تعدادش کم. ولی 1000 قایق و هیچ سیستم فایر کنترلی راداری نیست که بتونه در آن واحد همه این امروز بزنی باز یکی دیگه فردا میارن از میذارن. نه همون لحظه بنابراین این 3-4 نوع صدمه یه که میتونه. البته علاوه بر اینها ایران پی برد که برای نابودی و کنترل دریا خلیج فارس و تنگه هرمز موشک نزدیک برد و میان برد براش کافیه. این موشک ها قبلا روی کامیون هایی که در حال حرکتن نصب شده که اون کاتیوشا و اینا نیست یا چلچله بهش رو میگفتن. بله چون روی ماشینه و در یک جا ثابت نیست، دستگاه های رادیو به امریکایی قادر نیست دقیقا همه اینها رو پیدا کنه چون در حرکت هم. بنابراین اگر روزی درگیری بین امریکا و ایران برقرار بشه، ایران میتونه با این موشکاش ناوهای امریکایی رو که در حوالی تنگه هرمز هستن از راه
نسبتاً نزدیک نابود کنه و نه نگیم نابود، بگیم از کار بندازیم. از کار بندازیم، چون نابود که میگیم دوستان فکر میکنن که باید این منهدم بشه. ولی شما اگر یه سیستم یه هوا توی یمن این کار کردن، یک قایقی رفت زد به اصطلاح یکی از ناوهای آمریکا، وقتی یک کم هم سوراخ میشه اینا دیگه جرئت نمیکنن برن وایسن اون تعمیر. قدرت دریا نبردیشو از دست از کار میندازه. خب. و این یکی از چیزهایی که امریکا برای شروع جنگ با ایران، نه اینکه فکر کنید عاشق چشم ابروی ما، این همین موشکایی که اینجا گذاشتن. بله. بذار یه بار دیگهشون بدم. بله دوستان دارید میبینید موشکایی که روی کامیون ها بوده، کامیون های ارتشی و اینها روی قایقای گذاشتن، که قایقای یک حسن دیگه شون اینه که اینها خیلی سریع میرن. سریع میرن. این قایقا رو اون وقتا قاچاقچی ها استفاده میکردن تو بندر عباس این ور و برای حمل قاچاق، حتی توی چیز هم استفاده میکنن چون سرعتشون زیاده و سریع میرن. یک دلیل دیگه که کار آمریکا رو برای پیدا کردن اینها مشکل میکنه همین سرعت اینهاست، چون رادار اینا هم تا یه سرعت حالا به خصوص. حالا دنباله صحبت جنابالی، از همین قایق ها برای ورود مواد مخدر در امریکا بله استفاده میشه. کولومبیا تو فلوریدا و اینا میکنن به سرعت میان و موادشو در ساحل تحویل میده، بذات اون میندازن رو آب، اون میاد میبره میداره میره اونجایی که آقای ترامپ میفرمایند ما دیوار میکشیم. ایشون انقدر بچگانه و ببخشید ناآگاهانه صحبت میکنه. همین روزها با این طیاره های کوچکی که حتی به صورت اسباب بازی ساختن که میتونه پرواز کنه با باتری که داره، میتونن 1 کیلو 2 کیلو مواد مخدر رو بهش بدن، از طرف مکزیکی بلند شه بیاد بدون اینکه کسی ببینه در این طرف پیاده کنه و این کارو میکنن. داره. حالا چطور آقای ترامپ میخواد دیوار بزنه؟ البته ایشون گفت من دیوار رو خیلی بلند 20 فوتی میسازم. نه خیر. بعد ایشون... بهش گفتن که اونا هم نردبون 20 فوتی میارن. نه خیر. اون کانال میزنه. از زیر میاد. بعد تونل میزنه از اون ور، کما این که الان داره. الان هم موجوده در. حالا میگم متاسفیم در کشوری هستیم که رئیس جمهور آیندهش اینقدر بی سواد و ناآگاه. به هر حال این خطراتیه که دولت امریکا حس میکنه و به این ملته که تا به حال به ایران همونطور که به افغانستان حمله کرد، به عراق حمله کرد، در لیبی کمک کرد و در جاهای دیگه‌ای در مورد ایران دست نگه داشت، برای اینکه دید لطمه‌ای که به نیروی دریایی امریکا وارد میشه آبروی این کشور رو میبره. گفت هر وقت 100% آماده شدم اون موقع دمار از روزگار ایران در میارم. پس چقدر وقت داریم؟ 4 دقیقه و 34 دقیقه. سر یه ساعت و نیم. بله الان 56:56. پس نیم ساعت دیگه. نیم ساعت دیگه باید. اوکی. مطلب بعدی نقشه پایگاه های آمریکا در سطح جهان. شماره 4. دوستان فقط دقت کنید به نظم و ترتیبی که ایشون داره، که با چه ترتیبی اینا رو نوشتن، با چه ترتیبی به من دادن و من تا ایشون میگه دیگه شمارش هم میدونم. بفهمم. مطالعه این بالاشو بخونم. اجازه بدیم برای دوستان هم نشون بدم. این 4-3. بله. خب. دوستان تمام این مقاله رو که از 7 قسمت هست میتونید با یک ایمیل یا با مراجعه به وبلاگ ایشون به اصطلاح داشته باشید. پایگاه های آمریکا در سطح جهان. رنگ سفید کشورهایی که در آن آمریکا پایگاهی ندارد. دقت بکنید با
اونجاهایی که رنگ سفیده مقدارش در کجاست؟ افریقا. بذارید من این نقشه رو بزرگتر کنم برای دوستان. 4x3 بعد تعدادی از اونا در افریقاست، بعد کشور ایرانه، بعد میرید در طرف روسیه و چین. در این در اونجا یه منطقه ایه که اصلا ربطی به ایران نداره، امریکا پایگاهی اونجا نمیخواد، یکی دوتا هم در کشورهای کوچک این ور اون وره. ولی قابل توجه اینه که شما به رنگ سفید توجه کنید، اینها تنها جاهایی هستن که آمریکا پایگاه نداره. من نداره. بله. خب رنگ سفید کشورهایی که در آن پایگاه نداره، رنگ صورتی کشورهایی که آمریکا در آنها پایگاه پشتیبانی دارد. این پایگاه پشتیبانی و نظامی رو برای ما توضیح بدید. یعنی چی؟ یعنی اگر امریکا خواست از این کشور استفاده کنه، میتونه تیارهاشو به اونجا اعزام کنه و از اونجا به طرف دشمنش حمله کنه. آها. ترکیه همین حالت رو لزومن داره. خودشون اونجا نیستن ولی قول گرفتن از اونا که اگر لازم باشه میریم میکنیم. بله. در تمام امریکای جنوبی نگاه کنیم، در بخشی از افریقا اون طرف کشورها، همینطور در روسیه این امکانو داریم. بله. چین در حدی، هندوستان همینطور، بعد میایم به پایین استرالیا رو اون گوشه نشون میده. بله. که نیوزیلند هست. بعد رنگ قرمز، رنگ قرمز کشورهایی که آمریکا در آنها پایگاه‌های نظامی دارد. این دیگه خیلی جالبه و آقای آریانپور لطف کردن آمدن یه مقداری بزرگتر این رو نشون دادن. اجازه بدید من هم بزرگتر نشون بدم و شما ببینید که ایران آبی کجا قرار گرفته وسط این قرمزها. دور تا دور ایران و پایگاه‌های کشورهایی که پایگاه‌های نظامی امریکا درش هستند گرفتن یا پشتیبانی میشن، هیچ گونه سفید نیست اون دور مطلقاً. و میگن چرا ایران به ما دهنکجی میکنه؟ آخه با این عملی که شما انجام دادید، دور اینجا رو گرفتید، تحریم های خطرناک رو برای ایران برقرار کردید، میگید عکس العمل نشون نده. توجه کنید، اگر تحریم بر علیه مسئولان رژیم ملایان بود کسی حرفی نمیزد. تحریم های شما دودش به چشم 80 میلیون ملت بیگناه ایران میره و میگید که نباید ایران با ما دشمنی بکنه. الان هم که به توافق موشکی و هسته‌ای رسیدن، میبینید اومدن محدودیت های بانکی رو به جای خودش باقی گذاشتن که ایران نمیتونه باهاش کنه. و پولهای ایرانو که از فروش نفت در گذشته کشورهای چپاولگر اروپایی، هندوستان و حتی چین، نفتی رو که گرفته بود پولها رو به ایران نداده، حالا که شروع کردن پس بدن، حوار ملت پول امریکا و غیره بلند شده. چرا این پولها رو به ایران میدید؟ بابا این پولها نفت فروخته داده و بیدن. آقای آریانپور شما مثال زدید که رهبران و سران ایران که مسئله‌ای براشون پیش نمیاد، از جمله دیدید 400 میلیون دلار کش خود آمریکا به اونا داد. حالا مثال میزنم که چگونه مردم نه فقط تو ایران، حتی تو آمریکا، منی که نشستم تو ویرجینیا، یه دوستی به نام احمد از فلوریدا 25 دلار حمایت فرستاده برای تلویزیون مردم از طریق پیپر، چون اون زیرش نوشته آقا من ممنونم از شما که درباره ایران صحبت میکنین، کلمه ایران شده رد فلگ و کفر ابلیس و نمیدن. باورتون میشه دوستان؟
طرف شهروند آمریکاست، من شهروند آمریکا از طریق پیپل به خانم زنگ زدم میگم ما اگه تروریست بودیم میومدیم از طریق پیپل اونم 25 دلار میفرستادیم، وقتی که شماها خودتون 400 میلیون پول کش میگن بدون شماره، بدون شماره میذارید تو هواپیما میفرستید. خانم خندید گفت من چیزی ندارم بگم. باور میکنید دوستان؟ هی نگید این تحریما آخوندها رو از کجا انداخت. آخونده که برای جراحیش بلند میشه میره انگلستان، بلند میشه میره بهترین کشورهای دنیا، بهترین هواپیما ها هم سوار میشه. مردمن که سوار هواپیمای دست دوم میشن، کهنه، سرویس نمیشه، وسایل نداره، چپ و راست میفتن پایین. مردمن که داروهای باطل شده تاریخ گذشته رو باید بخرن. ولا صدام حسین وقتی تحریم کردن گرسنگی کشید، لاغر شد، هیکلش شد مثل گاندی، بچه هاش 900 تا ماشین آخرین مدل توی یه گاراژ پارک کرده بود، پسرش همین دوتا دیوونهی که داشت. هی نگید این تحریم ها کمک کرده. و جالب اینه، نمیدونی آقای آرمن ساگینیان برای شما نامه نوشته یا نه؟ دیدم و از خودم خجالت. من براش نوشتم آقا شما باید دیوانه باشی که بگی من میدونی تعارف ندارم با کسی. آقای مختار خیلی قشنگ نوشته که یه نامه رسیده از یه ایرانی، نوشتم آقا این آقا باید دیوانه باشه که بگه آقای دونالد ترامپ به خاطر پول و قدرت نیومده و آمده ما ایرانی ها رو نجات بده. مرد حسابی، دونالد ترامپ حتی نفس که میکشه برای پوله و الان به مشکل مالی برخورد کرده، این بار دیده تنها جوری که میتونه بیاد مردم آمریکا رو بدوشه اونم کم سوادا و بی سوادا همینه که بیاد این کار انجام بده. تکسش 1200 صفحه است، برگه مالیاتی 1200 صفحه. و چرا نشون نمیده؟ میگن چون ایشون اصلا مالیات نمیده، سالهاست نداده. بله خب بفرمایید. خب این در مورد نقشه های کشورهایی که دوربر ایران هستن، ایران هستن، ولی حقیقتا نمایندگی آمریکا رو انجام میده. حالا پایگاه های امریکا رو در سطح جهان و نام کشورهاشون رو در تصویر بعدی که پنجه، شماره پنج، بله ببینید من اینجا نقشه کشورهای مختلفی که امریکا درش پایگاه داره. اولیش راجع به اسپانیاست که امریکا در اونجا چندین پایگاه داره. یکی پایین برید. بله دوستان، همونجوری که میبینید زیر این نقشه ها رو خیلی مرتب نوشتن، نقشه کشور اسپانیا که آمریکا در آنجا پایگاه های دریایی و هوایی دارد. پایینیش ایتالیا، نقشه ایتالیا. بله در ایتالیا امریکا 7 پایگاه مختلف زمینی، هوایی، دریایی دارد. بله. بعدی ژاپن چند تا داره؟ 5 پایگاه در اونجا داره. بعدی یونان، یونان در اونجا تعدادی پایگاه های مختلف داره. بله. بعدی در مصر چندین پایگاه امریکایی وجود داره، دریایی، زمینی. بعد میایم در کشور کوچک جیبوتی. جیبوتی یک کشور کوچکیه که سالها قبل فرانسه رفت اونجا رو گرفت و چند سال پیشون ظاهرن بهشون استقلال داد. این دقیقا در کنار دریای باب المندب. باب المندب یک تنگه بسیار باریکیست که دریای سرخ و به دریای عمان متصل میکنه، به خلیج عمان، خلیج عمان، خلیج عدن متصل میکنه. بله این نقشه آسیا و مالزی. این یه ذره پایین تر توضیح سنگاپور. بله. در کنار آبراه مالاکا. مالاکا یک آبراه بسیار تنگیه که دریای هند به اقیانوس آرام مربوط میکنه و در اونجا امریکا پایگاه داره.
بعد در یونان که چندین پایگاه داره، معلومه. بعدیش پایگاه دریایی و هوایی گوانتانامو بی در بخش جنوبی کوبا، میدونید همون جایی که الان کوباست. بله، اونهایی که از زمان از 15 سال پیش دستگیر کرده آمریکا بدون محاکمه، اصلا این غیر قانونیه، بدون محاکمه اونجا نگه داشته و میگه چون در خاکی خارج از آمریکا هست، قوانین آمریکا شاملش اونجا شاملش نمیشه. گوانتانامو بی در بخش جنوبی کوبا. تصویر بعدی خاورمیانه است که باورتون نمیشه امریکا در تمام این شیخ نشین های یک وجبی مثل قطر، بحرین، امارات متحده، کویت و عمان، عربستان سعودی و غیره پایگاه های دریایی، زمینی، هوایی داره. این نقشه های مختلفی که من از خلیج فارس نشون دادم که پایگاه های مختلف رو نشون بده. بعد میایم به تنگه هرمز که یکی از مهمترین تنگه های دنیاست که بالغ بر 20 میلیون بشکه نفت روزانه از اون وارد دریای عمان شده به طرف آسیا و اروپا و از اروپا به طرف امریکا سرازیره. ضمناً 70% منابع نفتی جهان در محدوده خلیج فارس. ضمناً بزرگترین کشورهایی که گاز دارن، گاز طبیعی، اولیش ایرانه، دومیش قطره و سومیش البته روسیه است که در خلیج فارس اصلا نداره. و به این علت که امریکا دیدی دور ایرانو از هر لحاظ محاصره کرده بود که نکنه وقفه در صدور نفت بشه. حالا میگید چرا در بالای ایران در اطراف دریای مازندران اینها پایگاه داشتن؟ بله، چون یکی دیگر از منابع نفتی جهان دریای مازندرانه. البته مشکل نفت اونجا رو استخراج کردن، ضمن اینکه ارسالش به کشورهای آزاد تنها از آبراه که در بوسفور که در کشور ترکیه است، اونم یکی از خطرناکترین محل هاست، ولی این خودش همون دلیلی بود که میخواستن از دریای مازندران به خلیج فارس لوله کشی کنن، همون کاری که آمریکا الان داره با کانادا میخواد انجام بده و نمیخواستن از اون راه رد بشن. و آخرینش کیه؟ شبه جزیره هنگ کنگ و جزایر متعدد آن. هنگ کنگ هم باز یکی از مهمترین جاهاست. چرا امریکا اونجا پایگاه داره؟ برای اینکه چین اونجاست. و اینجا به شما میتونید از این عجیبترین جزیره جهان رو نگاه کنید. در اون عکس بالایی نگاه کنید، قسمت وسط این جزیره همش آبه، به دریا راه داره. اون باریکه های اطرافش این جزیره دیگو گارسیاس که در جنوب دریای هند زیر هندوستان قرار داره. سالها قبل پادشاه ایران درخواست کرده بود که این جزیره رو از مسئولینش
نمیدونم الان صاحب اصلیش کیه، ولی میدونم امریکا در اونجا مستقره. اینو بگیره و دریای بخره یا بخره و تبدیلش کنه به پایگاه دریایی ایران. امریکا در اونجا ناو داره، اگر نگاه بکنی ناو هواپیما ورش در گوشه ای از اون قرار گرفته، اونجا پایگاه هوایی عظیمی دارن و یکی از مهمترین پایگاه ها. این نقشه دیگرشه، اون خطوط زردی رو که ملاحظه میکنید زمینیه خوشه. یعنی دور این جزیره است، قسمت وسطش بهترین پناهگاه. چه دلیلی داشته که شاه مایل بوده اینو داشته باشه؟ چون اگر شما در اونجا باشید تمام دریای هندو تا جنوب افریقا میتونید تحت کنترل کنید. چرا یکی از عجایب کره زمینه ای؟ برای اینکه هیچ دریاچه‌ای در دنیا یا جزیره‌ای به این صورت وجود نداره. دیگو گارسیا. دیگو گارسیا. بله بسیار جالب. الان 17 دقیقه دیگه. خب پس برید به پایگاه های دریایی امریکا و ناوگان آن. شماره 6 7 7. بله از 6 چطور شد؟ آبراهای مهم جهان نمیخوام بگین؟ آبراهای بله ببینید 5 رو بله. رفتیم 6 بله راه. 6 سه قسمته، ولی ایشون یه قسمت رو میگه. اگه مایل باشین همه این نوشته ها و مدارک رو کامل داشته باشید، یه ایمیل الان زیر اسممون هست، زیر این صفحه هوشنگ آریانپور 1903@gmail.com. اگه یه وقت هوشنگ رو اشتباه می‌نویسید، دو تا او میذارید یا اینها، همون با آدرس ایمیل info@mardomtv.com بفرستید، من برای ایشون ارسال می‌کنم. خب این کدومش رو می‌خواد؟ راه‌های آبی مهم جهان. بله اوکی، بذارید به دوستان هم اینا نشون بدید. اینا رو نشون ندادن؟ نه نه. آها این راه چون به من نشون دادید یادتون. این راه های آبی باید انشالله در فرصت بعدی براتون بخونم. وقتی که قیمت نفت رسید به 147 دلار در هر بشکه و اومدن ترتیبی دادن که اینو آوردنش پایین، بررسی کردن دیدن که برای عبور نفت به وسیله سوپر تانکرها، این سوپر تانکرها بایستی از 6 راه آبی بسیار تنگ و باریک عبور بکنه تا به مقصد برسه، ولی همیشه این راه های باریک تحت خطر قرار داره، مخصوصا با این دوستان دریایی که میبینیم در دریای هند، در باب المندب، در جاهای دیگه. این به همین خاطر شما اینجا نشتید چوک پوینت. من فکر کنم بله. چک پوینت. نه چوک پوینت یعنی چی بهش میگیم؟ تو ایران به استاسات و ماشین میگفتن یه چیز خفه که میکنن کسی رو اینجا. نه بطری‌های پپسی قدیم بود. بله بله. که یه باریک داشت بعد دوباره بزرگ میشود. بله همینجا میگم بادل نک یا بله باتل نک، یعنی این اصطلاحو میگن. این راه‌های آبی که بیشترش یعنی یه جوری اونجا هست که طرف خیلی لازم نیست قدرت داشته باشه، میتونه خرابکاری مثل بکنه. مثل توی دره‌ها که مثلا دزدا وای میسادن اون بالا. بله. این خرابکاری اگر بشه به این علت که میبینید یهو قیمت بنزین در همین امریکا 30 سنت 40 سنت 50 سنت میره بالا. یه اتفاقی در اونجا کشتی به سنگ میخوره، راه آبی موقتا دزدان دریایی یا کشورهایی که در اونجا هستن تصمیم میگیرن کسی از اونجا رد نشه. همه اینها یا توی اون کشورها شلوغی چیزی میشه، شلوغ امنیت میشه، امنیت بره. تشریف ببری به این 5-6 دارم. آقای آریانپور شما راجع به گرونی نفت و اینها صحبت کردید. یکی از افتخارات آقای اوباما که دیروز راجع بهش صحبت کرد به مردم گفت که دیدید وقتی من اومدم به بنزین
توی آمریکا 4 دلار بود، الان 2 دلار هست و همه براش ربع ساعت دست میزدن و کف میزدن. نه واقعا امنیت رو حفظ کرد. اینو فرید نمیارمش بسید. این شماره 7، پایگاه های دریایی آمریکا در کشورهای خارجی. نه شما رد شدید، اون راه های آبی بود. آها بعد شماره 6 اجازه بدید. شماره 6 راه های آبی مهم جهان. حالا یکی پایین برید. بله من فقط سرید براتون تشریح میکنم. دوستان هم بدم استرید آف هرمز، اینا به همون تنگه میگن تنگه هرمز. ببینید اونجا نشون داده اون کانالی که با فلش، دو تا فلشه. بله این کانالیه که 2 مایل عرضشه. کشتی هم مثل ماشین ها باید سمت راست برن سمت چپ. بله از سمت راست میره از سمت چپ بر میکرده. ضمناً کشتی که وارد خلیج فارس میشه مجبور بین جزایر ایرانی رد بشه و اونجاست که این جزایر آبهای ایرانه. ببینید برابر قوانینی که غربی ها ساختن اومدن محدوده ساحلی به سواحل دریایی کشورا دادن. بعضی جاها 11 مایله، بعضی جاها 21 مایله، بستگی داره که آقایون اروپایی ها چجوری دلشون میخواد، تحت چه افکاری این حق و حقوق رو میدن. ولی در هر صورت بالاخره انقدر نزدیک هست که اون موقعی که دارن میان داخل دارن از آبهای ایران رد میشن. اینم یکی دیگرش اینه، در حدود روزانه بالغ بر 17 تا 20 میلیون بشکه نفت از این کانال های ایران رد میشه. اون ماجرای مالاگا رو بگین که چقدر 9000 مایل، 9000 مایل یعنی بله. چه چیزی به نفعش شده وقتی این مالاگا. ببینید این باریکه‌ای که اینجاست عرضش بسیار کمه، حتی نیم مایل نیست، یعنی کشتی یه ذره این طرف و اون طرف بره به گل میخوره. من خودم در سال 1336 با کشتی که از فیلیپین امریکایی‌ها به ما دادن از این مسیر عبور کردیم. یعنی شما کشتی رو تحویل گرفته بودید که بیارید ایران. بیاریم ایران از این مسیر. اینجا هم اونجایی نیست که با یک کشتی کوچولوتر میکشنشون یا با ماشین خود. نه خود. این خودش با خود. اون توی کانال هایی که با دست ساختن. این یکی از اون نقاط حساس توضیحات. ولی اینم من میده، اینم قبلا نبوده تو تاریخ. نه بوده، این بوده. بوده؟ بله. من فکر کردم یه ذره پاکش کرده برای اینکه اونجا در زیر دریا که عمقش کمه سنگ‌های زیادی هست. وقتی آب جذب میشه بعضی این سنگ‌ها از آب میاد بیرون و در مد دیده نمیشه. این کانال سوئز، کانال معروف سوئز، در 1869 اروپا تشخیص میده که این کانالی که در حدود 30 مایل طولشه باید کشیده بشه با امکانات فنی آن روز که مثل امروز نبود، تازه ماشین بخار اختراع شده بود. در نتیجه 1869 150 سال بله. بله این کانال رو ساختن و میتونستن. میدونید در جنگ اسرائیل و مصر که 6 روزه بود به علت غرق چند کشتی برای 5-6 سال این کانال بسته شده بود و کشتی ها برای اینکه خودشونو از خلیج فارس به اروپا برسونن مجبور بودن تمام طول افریقا رو طی کنن، به دماغه امید برسن، دوباره برگردن رو به شمال. چقدر چند مایل؟ 18,000 مایل اضافی و مخارج. آقای آریان پور دو تا سوال هست اگه اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ 7.
من اینو بگم شما یه توضیح سریع بدید در رابطه با آب و اینها. شما میدونید این پتیک دوستمون خیلی نگرانه سد گتوند و راه حل آن. بعد یه جوکی هم بود میگفتن با آقای منتظری، گفتن که آقای منتظری گفته خب اینجاها رو مثلا خیار بکارین، گفتن بابا اینجا شوره، گفته بود خب خیار شور بکارین. حالا شما راه حلتون برای این راه حل داره خیلی هم ساده است، ما میتونیم، ولی اجازه بدید در فرصت دیگه ای برای اینکه باید توضیح. خب خودش خوبه اینجوری ما یه رین چک میگیریم برای بار دیگه. یه سوال دیگه هم کردن درباره درجات نیروی دریایی که مثلا شما تیمسار دریادار هستید ولی ما میدونیم دریابان، دریا سالار اینا هم اونم یه وقت دیگه من قبلا گفتم ولی بله. چیز مهمی مهم. نیست بله. چیزی به کسی اضافه نمیشه. برابری این درجات همینجوری که مثلا کنولر رو توی ایران میگن سرهنگ، بعد سرهنگ مساویش توی نیروی دریایی میشه کپتن. کپتان خب اونم باز خارجیه، در صورت که در ارتش کپتن میشه سروان. در اداره پلیس هم کپتن یعنی سروان. خب اینا رو باید دونست، ولی چیزی نیست، چیزی که مهمی نیست که اوکی. به شما چیزی برید پایین اون یکیشم این یکی کانال سوئز، بعد این یکی این باب المندبه، اینم یک تنگه بسیار تنگیه که جیبوتی در اونجاست، الیتره هست و اون طرفش هم کشور این همون کشور عدنه. جیبوتی همونه که شما گفتید که فرانسوی ها بله، ولی الان آمریکایی ها پایگاه دارن، الان پایگاه دارن. اینم رد میکنیم. این ترکیش استریته، این همون تنگه ایه که دریای مرمره رو به دریای سیاه باز میکنه و راه آبی کوچیکیه. در روز در عرض سال حدود 50,000 کشتی از این میره یا میاد. همین دلیلش که خطرناکه، خطرناکه باری که 5,000 تا از اون کشتی ها نفت کش های هستن که نفت دریای مازندران رو میارن. آخری اینها کانال پاناماست. کانال پاناما دریای مدیترانه رو، دریای اتلانتیک رو به دریای آرام، اقیانوس اطلس به دریای کانال. البته اینها اختلاف ارتفاع دارن، یعنی اگر همینطوری به هم وصل میکردن آب مدیترانه، آب دریای اتلانتیک میریخت به اون ور، در نتیجه سطح آب در تمام پس کنترلش میکنه. بله، ولی این دوتا چیز داره، حوضچه هایی داره، کشتی که از این ور میاد میره تو اون حوضچه، درش بسته میشه، آبش خالی میشه، وقتی هم سطح اون ور شد در رو باز میکنن، از اون ور هم که میاد کشتی میاد تو در رو میبندن، آب میکنن میاد بالا، هم سطح این میشه. یعنی یه کارهای جالبیه و در نظر بگیرید این تکنیکه فکر کی بوده یا از چه سالی این کار به هر کرده؟ حال من میدونم فکر ایرانی نبوده برای اینکه ما هنوز در حال ساختن تو رو خدا اینو نگین، حالا دوستان شروع میکنن بعدم ثابت میکنن که اتفاقا زمان کوروش هم همین کشتی بوده، آبو میکشیدن. البته مثلا با زیرا با حوض یه وقت اشتباه میشه. خب به هر حال اینم اینه. از این دیگه پایین تر باید بریم شماره 7. آره برید 7، من اونو سریع در چند دقیقه آره، بیان دیگه میکنم. وقت نداریم، اجازه بدیم اینو باز کنم. عبارت پایگاه های دریایی، 7 پایگاه های دریایی. تازه اون وقت حالا زمینی و هوایی بود. اینو آره. توصیف ببینید، امریکا در سطح جهان 12 ناوگان واقعا سوپر قدرت داره. ناوگاناش همش ایرکرافت کریر داره، هر ایرکرافت کریری بین 200 یعنی کشتی های بزرگ هواپیما بر، یعنی یک باند عظیم فرودگاه با مدرن ترین پیشرفته ترین کشتی هواپیما های ممکن. برای اینکه هواپیما بخواد از امریکا بره به اروپا، این سوخت میخواد. همچین
تا به حال تیاره چون کوچیکه نمیتونه اینقدر سوخت هم کنه. اومدم ناب هواپیما برو در جنگ اول بین الملل ایجاد کردن که تیاره روش میشینه میره در حوالی دشمن، از اونجا تیاره با سوخت پر میره بمبشو میندازه برمیگرده. هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هست، هم این که به قول شما هنوز نساختن. بله البته هر ناب هواپیما بر تعداد زیادی ناب شکن، رزمناو، زیر دریایی، کشتی های مختلف مین جمع کن، مین انداز و غیره، اینو باید در اطرافش باشه، اسکورتش بکنه. و این 12 ناوگان در سطح دنیا در جاهای مختلفی که در این پایین اسامیشو میتونید ببینید مستقر شدن و اینها برای این ساخته شدن که در هر لحظه هر اتفاقی در هر گوشه جهان رخ بده اینها به سرعت بتونن خودشون رو برسونن. اجازه بدید من اینو بخونم. بخونید. اینجا نوشتید که در 17 کشور خارجی کشور آمریکا دارای پایگاه‌های مجهز دریایی است. 1 در ژاپن در 6 بندر، 2 در ایتالیا در 7 بندر، 3 یونان در بندر سودا، 4 در دریای هند، کشور جیبوتی در بندر لیمونیر، 5 در کوبا در بندر همون گوانتانامو، 6 در مصر، 7 در مستملکات دریای هند انگلیس، در دیگو در بندر دیگو گارسیا، 5 در بحرین در 4 بندر، ببخشید 8 در بحرین در 4 بندر، 9 عمان در ماسیره، 10 قطر در دوحه، 11 کره جنوبی در CFI چیمهای، 12 عربستان سعودی در بندر سلطان عبدالعزیز در جده و بندر سلطان فهد در جده، 13 در کویت در 2 بندر، 14 سنگاپور، 15 در هنگ کنگ، 16 اسپانیا در بندر ان اس روتا، 17 در امارات متحده عربی. خب ملاحظه کنید من یه نتیجه بسیار کوچک میگیرم. وقتی آقای خامنه‌ای یا آقای صدام حسین یا قذافی دیکتاتوری هستند که دستور میده شما به دستاست به نام بسیج و نمیدونم سپاه پاسداران، هر فردی هر شهروندی حرفی میزنه با چماق تو سرش بزنن زندانیش کنن پدرشو در بیارن. وقتی این کار رو صدام میکنه یا خامنه‌ای میکنه یا قذافی میکنه همه دنیا ناراحت میشن، دلشون میسوزن و تصمیم میگیرن پدر اینا رو در بیارن. کما دیدیم صدام رو چه بلایی به سرش آوردن، قذافی رو چه بلایی، ایران رو اون بلا رو نه بردن ولی با تحریم هاشون هزار برابر بدتر با ملت ایران رفتار کردن و جاهای دیگه. و ما اونها رو دیکتاتور، خونخوار، آدم کش، تروریست و غیره میخونیم. حالا به من بگید شما ها امریکا با این پایگاه های که در سطح دنیا داره 77 پایگاه، با این ناوگانی که در سطح دنیا داره، با پیشرفته ترین سلاحی که ممکنه در تاریخ باشه در این پایگاهاش داره، آیا امریکا یه دیکتاتور نیست که با زور این سلاحش، با زور این پایگاهاش و چوبی که بلند میکنه یا چماق به تمام دنیا میگه خفقون بگیرید، فضولی نکنید، دستور همان است که من میدم؟ پس چرا ما امریکا رو یک کشور دموکرات خطاب میکنیم؟ دموکراسی اینه که به ملت خودش برسه و دنیا رو تحت فشار قرار بده و هر زوری که دلش میخواد بگه، اموالشونو، منابعشونو بچاپه و تا پادشاهی مثل شاه ایران سعی میکنه یه جوری جلوی
امریکایی‌ها رو بگیری که کمتر بچاپن، اون بلا رو به سرش، تازه دوست خودش بوده. توجه کنید صدام وقتی با ایران می جنگید کی به صدام کمک کرد؟ همین امریکا. ببخشید دوستمون فکر کنم از هلند آقای طهمورث تماس گرفتن، میگن کلمه ای رو که دنبالش میگشتیم گلوگا. گلوگا بله بله، من گفتم بادل نک، ایشون گفتن که چوک پوینت گلوگا. ممنونم از احمد عزیز که به نام طهمورث داداشش که کشته شده نامه می‌نویسه. توجه کردید؟ بله بله. چی میخوام بگم؟ چطور ما به امریکا نمیگیم یک کشور دیکتاتور و اجازه میدیم این کارا رو بکنه و هیچ وقت ازش اعتراض نمی کنیم؟ چرا ما امریکا رو تحریم نمی کنیم؟ اگر امریکا میتونه ما رو تحریم کنه، چرا کشورهایی که تحت فشارن نمیان امریکا رو تحریم کنن؟ تحریمشون چیه؟ هیچی ازش نخرن، هیچ داد و ستدی باش انجام ندن، نقدشو. چه اصراری عربستان داره که این همه تولید کنه و از اون تولیدش 1% خودش مصرف کنه، 99% تقدیم اونا بکنه؟ چرا؟ اتفاقا عربستان هر وقت یک کشوری میاد جلو آمریکا وای میسه تا آمریکا دوچار کم بوده نفت و اینا میشه، به اونا میگه اونا تولیدشون میبرن بالا، میبرن بالا. ممنونم از شما دوستان عزیز، امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشید. یه بار دیگه من ایمیل آقای آریانپور رو این زیر به شما نشون میدم، هوشنگ آریانپور 1930@gmail.com. میتونید روی بلاگ هم روی گوگل تایپ کنید، ایشون باز نوشتن هوشنگ آریانپور خط فاصله رایدینگز، یعنی نوشته های هوشنگ آریانپور در گوگل. بله در گوگل. اگرم مشکلی پیدا کردید اینو من فکر کنم شما تو بلاگر دات کام هم اگه برید اسم شما رو بنویسه اون باقیشو میاره. در اصل ممنون و متشکرم. من از این نظم و ترتیب خاص شما صمیمانه ممنونم. یه دونه فلش میارن که اینو بهشون تقدیم میکنم، ولی من میدونم که چند ساعت چند روز وقت گرفته تا ایشون بتونه این 7 تا تاپیک رو اینجوری ردیف کنه، مرتب کنه. اگر لازم دونستید یا از این برنامه خوشتون اومد، اطلاعات بیشتری خواستین، با خودشون مستقیما تماس بگیرید. اگه مشکلی بود، بنده خدا ایشون گفت من نمیخوام که دوستان به شما زحمت بدن، گفتم نه زحمتی نیست و من براتون فوروارد میکنم و همیشه هر وقت فوروارد کردم ایشون برای اونا تماس گرفته، به منم گفته که تماس گرفتم و درست شده. دوستان عزیز جمعه است، آخر هفته است، مواظب خودتون باشید. از یکایک شما ممنونم، از آقای آریانپور که واقعا زحمت میکشن ایشون، خب با رانندگی کنن بیان و رانندگی هم تو ویرجینیا چقدر بد شده. ای کاش ما هم مثل شما مترو میمند نزدیکمون. شما مترو با پای پیاده الان میتونید برید دیگه، نه؟ بله همین. بسیار عالی. در صورت من از شما ممنون و متشکرم، امیدوارم که یه روزی 100مین سال تولدتون رو در تلویزیون مردم جشن بگیریم. البته همچین آرزویی ندارم، دلم میخواد تا روزی که میتونم روی پام بند شم و مغزم رو به کار بندازم زنده بمونم. بعد از اون ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت. خیلی ممنون. و دوستان 1 دقیقه به من وقت بدید، 1-2 دقیقه که به آقای آریانپور خداحافظی کنم، برمیگردم با شما خواهم بود. بعد آقای حسن ارشاد از ایران برنامه دارن که اونم برنامه جالبیه، پس با ما باشید. روزتون بخیر. مرسی.
خب دوستان عزیز، باز هم با شما هستیم. اجازه بدیم من فقط برای این دوستانی هم که از طریق فیسبوک ما رو تماشا میکنن وصل کنم و بله اونها هم وصل شدن و با هم این برنامه رو ببینیم. خب امروز گفتم یکی از به اصطلاح چیزای جالب اینه که آقای آریانپور لطف میکنن و میان در برنامه ها صحبت میکنن و دوستانم سوالاتی میکنن، ما دیگه وقتی که میپرسیم از ایشون مطمئنیم که میان پاسخ میدن. از این بابت من هم از ایشون تشکر میکنم هم از شما عزیزم. ولی در رابطه با پیپال گفتم اجازه بدید که ضرب المثلی داریم که میگه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. گفتم که چند روز پیش یه دوستی از فلوریدا لطف کرده بود و 25 دلار برای تلویزیون مردم فرستاده بود از طریق پیپال. این بنده خدا بعدن من براش نوشتم که آقا شما فرستادی، ولی اینها میگن که چون اون پایین نوشته ایران، کلمه ایران کفر ابلیسه و این پول رو نگه داشتن. ایشونم من گفتم خب دیگه ماکسیمم حالا که اون پول برگردوندن بهش، میگه آقا دیگه من تلاشمو کردم، ولی به اینها میگن عزم راسخ و من از این بابت ممنونم. رفته، حالا چرا میگم عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، ایشون رفته حالا دیگه از طریق ویلز فارگو از طریق بانکشون لطف کردن، به جای 25 دلار هم 100 دلار فرستادن و من گفتم حالا از این به بعد به پیپال همیشه بگم آقا هر کی برای ما پول فرستاد نگه دار تا ما زنگ بزنیم، شاید اونها هم همین همت و بخشش رو داشته باشن و چهار برابرش کنن. ولی معمولا اینجوری نیست. یادمونه که هر وقت مشکلی پیش اومده در کارهای پستی و اینها، طرف وقتی پول یا چیزی رو که فرستاده گرفته، تازه عصبانی هم شده، یقه ما رو هم گرفته و گفتیم بابا نخواستیم. و اما دوستان، ما وقتی که یه اشکالی پیش میاد، چون زندگی کلن نسبیه، شما دیروز اینجا هوا گرم بوده، امروز یکم سردتر میشه، میگید امروز سرده، ولی به نسبت زمستان امروز هنوز گرمه. اینه که بشر عادت کرده که همه چیز رو به اصطلاح مقایسه کنه و وقتی مقایسه میکنیم، بعضی از دوستان که منطقی هستن میگه آره بابا راست میگه ها، ولی بعضی ها میگن دیدی بهت گفتم این مأمور جمهوری اسلامی، نگاه کن اینجا داره دفاع میکنه از جمهوری اسلامی. آقا جمهوری اسلامی تو سرش بخوره، اگر جمهوری اسلامی جای دفاع داشت، سلطنت طلبا امروز دم در نمی آوردن و بیان از سوراخاشون بیرون. هر کسی در رابطه با دم سلطنت طلبا و سوراخاشون سوالی داره به من مراجعه کنه، من بهش پاسخ میدم. دلیلی که سلطنت طلبا خجالت میکشن بگن ما سلطنت طلبیم و میگن طرفدار پادشاهی هستیم، چون تازه فهمیدن سلطنت طلب بودن یک نوع به اصطلاح عقب ماندگی سیاسی و فکری هست. بماند این دیروز برای من آمده که ببینید پرپل هارت اینجا افرادی که در جنگ های مختلف رفتن شرکت کردن، چه موقعی که جنگ ها مثل ایران سربازهای وظیفه بوده و وظیفه هر کسی بوده بره جنگ، چه موقعی که مثل الان همه حقوق میگیرن، همه استخدام میشن، از سرباز گرفته اینا آمریکایی ها استخدامی هن تا اون جنرالش، و هیچ کسی به عنوان وظیفه نمیره خدمت. خدمت وظیفه تو آمریکا نیست. هی هم حرفشو میزنن که درافت رو دوباره برگردون اینها، ولی تا حالا نشده. من دارم از شما سوال میکنم، اگر امروز که ما میایم یه ویدیو میبینیم که آقا فلان ورزشگاه کنار خیابون سمبوسه میفروشه، خب آقا میفروش چیکار کنم؟ فلان نمیدونم جنگجو فلان شده، بله میدونیم، اتفاقا چون توی اون کشور ما اینها دزد هستن، اینها پدرسوخته هستن، اینها دیکتاتور هستن، من و شما باید بیشتر کمک کنیم. اگه توی آمریکا اینا میان کمک میکنن، به سربازاشون پول میدن، ببینید برای چه چیزایی نوشته لباس کهنه هاتون رو، کفش هاتون رو، پتو بدین، وسایل های لاف و دوشک و این چیزا، کیچن ویر، وسایل آشپزخونه، کلکتیبل اند تویز، وسایل قدیمی که دیگه شما نمیخواین، ممکنه یه افراد اینا رو دوست داشته باشن، ما بتونیم بفروشیم، یه پولی برای اینایی که رفتن جنگ برای آمریکا ولی امروز
زنش طلاق گرفته، زنش با بهترین دوستش ول کرده رفته، خونه‌شو از دست داده، معتاد الکلی هست، هر روز میخواد خودش رو بکشه، روزی 22 نفرشون خودشون رو میکشن. فقط بیاین از سوراخاتون بیرون. یا آقای به نام سیروس آریا، این مرتیکه احمق، دیروز برای من یه ویدیویی رو فرستاد که آقا اگه وقت کردی این ویدیو رو نگاه. نوشتم اوکی نگاه میکنم، ولی اگه شما میخواین مردم نگاه کنن، این ویدیویی که 6 ماه گذاشتین 45 نفر نگاه کرده، $10 خرج کنید بذارید تو تلویزیون مردم، هزاران نفر بیان نگاه کنن. این دوستمون چون یهودی هم هست، خب مثل خودمون دیگه، خیلی اینجوریه، شروع کرده برای من روزه خوندن که ما هخامنشیان، ما زرتشتیان میگم آقا این مزخرفات رو بریز تو سطل آشغال. من دارم یه چیز ساده‌ای به شما میگم. بعد میگه ما میلیون ها جوان دارن ما رو دنبال میکنن. میگم آخه مرده که عوضی، اگه میلیون ها جوان توی ایران شما و آقای دکتر ستوده رو، نه اون آقای سیامک ستوده، اینم آقا دیوونه شده مثل استرالیا، مثل این آقای کیه، هومر آبرامیان، از همینای صحبت میکنه من پسینگاه آمدن به شامگاه شما، چون شامگاه شما با من فرق میکرد، پس به ناچار هم دیگر را ندیدیم، من برگشتم به سوراخ خودم. اینجوری صحبت میکنن. گفتم آقا اگر این میدونه 40 میلیون ایرانی اونم جوان دنبالشن، نشستید تو کشورهای اروپا و بربر چیکار؟ تازه یه آقایی هم هست همشهری خودم هست، آقای نمیدونم این هم که میدونید اسمای روزا اشیار اردشیر متیقوانی، متیقوانی تو ایران تو شیراز ما داشتیم. خلاصه گفتم آقا برو دنبال کارت، شما دنبال یه جایی میگردی که فری زرزر کنی، وقتی هم یه چی براش می‌نیسی برات یه کتاب پس میده. بعدم میگه من سر کارم، می‌خواستم بگم تو اگه سر کار باشی اروا عمت میندازنت بیرون وقتی اینقدر وقت می‌ذاری. خب دوستان عزیز، اجازه بدید از خانم مونا تشکر کنم که هم خودشون چون گفتن من میگم، بعد از مدت‌ها یه چکی فرستادن و نوشتن که ببخشید من اگر چک دیر به دیر مانی اوردر فرستادن، اگر دیر به دیر میفرستم برای که بعض وقتا یادم میره و هیچ مشکلی نیست، همین که هر از گاهی هم شما باز به فکر تلویزیون مردم باشید و به فکر برنامه های سوربی باشید، من ممنون و متشکرم. نوشتن که سلام آقای سوربی، بعد از مدت ها، امروز 16 همه ولی ایشون 12 هم این نامه رو فرستاده، 4 روزه به دست ما رسیده. سلام آقای سوربی، بعد از مدت ها غیبت، من امیدوارم که حال شما و خانوادگی همه خوب و سلامت باشید. مدتی حدود 1 ماه با دوستان مسافرت، خب تابستون بوده و اینها، ولی من همیشه برنامه شما را از تلویزیون سمارت تیوی، من نمیدونستم سمارت تیوی هم به اصطلاح برنامه های ما رو پخش میکنه. آقای سعیدی کجایی؟ الان یه پیام گذاشتی، یه 2 دقیقه هست اون رو چشم پخش میکنم. خیلی ممنون، حمایت شما رسید. به دوستان هم گفتم من نمیدونم آقای سعیدی حمایت کرده که برنامه داشته باشه یا فقط حمایت کرده که این بلندگو روشن باشه، در هر دو صورت از شما ممنونم. در صورت دوستان، اینجوری که این دوستمون نوشته، تلویزیونی هم به نام سمارت تیوی یا وسیله‌ای به نام سمارت تیوی نوشتن که چندین سایت، من جمله سمارت تیوی، ببخشید، تلویزیون‌های جدید چون اینترنت میتونی بهش وصل کنی، بهشون میگن سمارت تیوی، یعنی تلویزیون‌های هوشمند که اون کابل، بعضی‌هاش هم دیگه اصلا بی سیمه، دیگه کابل هم نمیخواد، اون کابل کت 5 یا اینترنت بهش وصل میکنید، الان دیگه اینها میتونی چیز کنی. پس ایشون حقیقتا ما را از روی اینترنت میبینه، ولی اینترنتشو به جای روی صفحه مانیتور کامپیوتر توی تلویزیون بزرگ توی اتاق فامیلی روم راحت میبینه. حدود 1 ساعت بعد از اتمام برنامه شما میتوانم آن را تماشا کنم. در جوف، این کلمه جوف مدتها بود من نشنیده بودم، الان دیگه مینویسیم پیوست، یکم انگلیسی بلد باشیم مینویسیم اتچد، همون فکر کنم اتشه توی فرانسوی و اینان اتشت، ولی جوف. و چقدر هم شما خط قشنگی داری، همیشه خانما دستخطشون بهتر از آقایونه، درست میگم؟ چرا؟ در جوف پاکت
پاکت این نامه یک مانی اورده به مبلغ $120 زمینه است. امیدوارم مورد استفاده برنامه شما قرار گیرد. اگر من به طور مرتب برای شما پول نمیفرستم به علت وضع شلوغ و درجه به تمام این کار را انجام میدم. راستی با آن دوستی که برای هفته قبل 2 اسکناس $5 فرستاده بود از ایشان بخواهید که به جای اسکناس لااقل یک چک $10 بفرستند، چون اگر اداره پست متوجه وجه نقد داخل پاکت بشود که بعضی وقتها به صورت رندوم یعنی یه دفعه همینجور شانسی پاکت را زیر اشعه مخصوص میگذارن آن را دیده و ضبط خواهند کرد. من فکر نمی کنم تو آمریکا هنوز فرستادن پول کش غیر قانونی باشه. تو آمریکا تا مدتی پیش مردم حتی پول آب و برق و ایناشون رو با پول کش پول میذاشتن، برای بچهشون میخواستن بفرستن تو پاکت، یعنی اداره پست اینقدر اطمینان داشت. میگم این آمریکایی‌ها پنیک کردن، وحشت کردن، درست کاری رو که بن لادن، البته چرا بگیم بن لادن، دوستان برید، من اون روز تو برنامه آقای مینویی چند دقیقه صحبت کردم، گفتم آقای مینویی جدیدن برید ببینید این ماجرای 911 یا سپتامبر 11 از اون چیزی هم که میگن و از اون چیزایی که میگفتن دستیسته بوده و اینا بیشتر و بیشتر و کثافتش بیشتر برملا شده و ببینید که اینجوری هم با اون سادگی نیست که 19 تا عرب با از این تیغای موکدبری آمده باشن و هواپیما رو برده باشن و زده باشن. هواپیمایی که میره تو این ساختمون عین چاقو که پنیر رو کات میکنن همه هواپیما میره داخل، هیچی پایین نمیریزه، ولی شما یه کامیون میخوره به یه دیواری. ببینید تو اینجا توی 495 یه تصادف میشه، کامیون نمیدونم مرغ و پرتقال و ایناش تو خیابونا میریزه. برید یکم نگاه کنید. در هر صورت اینم از این ماجرا، ولی ماجرای پول فرستادن اینا الان اینجوری شده که آمریکا میاد یقه اون دوستمون رو میگیره، میگه چرا تو پول که فرستادی برای سوربی، بابا شرکت داره، کار داره، زندگی داره، شناخته شده است، حسابش وریفاید هست، تایید شده، ما اینجا بیزینس داریم، حساب داریم، کتاب داریم، وریفاید هستیم. $25 رو این احمقا برگردوندن، اون وقت فکر میکنن جلو تروریست رو دارن میگیرن. ببینید مشکل اینجاست دیگه. خلاصه آقای صوبی، من بعد از فرستادن این نامه عکسی از یک دختر بچه سوریه‌ای برای شما ایمیل میکنم، شاید هم شما این عکس را دیده باشید. در ضمن یادم هست سالهای گذشته که جنگ داخلی در لبنان بین مسلمانها و فلانجها با دخالت اسرائیل هر روزه 10 قربانی میگرفت و مردم معمولی و بچه ها کشته میشدن، فریدون مشیری شاعری که هم شما و هم من اشعار او را دوست داریم شعری در این باره گفت که من هنوز مقداری از آن را حفظ هستم. شعر غمگینی است ولی حقیقت است. گویا جنگ و ضعیف کشی هیچ وقت در دنیا پایانی ندارد. و این شعر و عکس را اگر بخواهید می توانید در برنامه تا نشان دهید. شرمتان باد ای خداوندان قدرت، بس کنید. بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرده است. بس کنید از این همه ظلم و قساوت، بس کنید که ستمهای شما هر گوشه. آهان ببخشید اینجوری مثل شما نوشتید. بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرده است که ستمهای شما هر گوشه زاری کنند. بس کنید ای خداوندان قدرت. اینو سعی میکنم اگر بتونم دوشنبه با اون عکس نشون بدم. بله عکسای خیلی زیادی هست از بچه ها، چون بچه ها واقعا مظلوم ترینند. نه اینکه حالا اگر سربازا و کسای دیگه کشته بشن اونها اوکی هن. تشکر از احمد از فلوریدا که زحمت پیپال رو تقبل کرد. تشکر از دوست عزیزمون ماندانا خانم و اما آقای خسرو بهرامی پیام گذاشتن درباره پناهجویان و پناهندگان ایرانی. چیزایی که گفتن همش به اینجوری بوده که یادتونه 3 سال پیش کمک کردید به یک کسی، منم در نیویورک کمک کردم و این خانم وقتی آزاد شد دیگه تلویزیون مردم رو یادش رفت، پناهجویان رو یادش رفت. یادت هست راجع به مجاهدین و راجع به چیزا گفتم. ولی یه جایی آقای بهرامی میگه سرهنگ توکلی که در تگزاس رادیو داره. نمیدونم منظورش ناصر توکلیه. من نمیدونم آقای ناصر توکلی از همون شرکت کبریت سازی توکلی ها هستن یا ایشون سرهنگ بودن. در صورت نمیدونم. آقای خسرو بهرامی ممنونم از شما. اگر خواستید بهتر در این باره صحبت کنید، مشخص‌تر بنویسید. ببینید آقای
آریان پور چجوری اینا رو قشنگ نوشته مرتب کرده. وقتی شما می‌نویسید بعد که خودتون می‌خونید، اولین کسی که اشکالا رو متوجه میشه خودتونید. بعد در صورت بعدم من نمیدونم پخش کنم نکنم و وقتم نبود. پیام آقای سعیدی رو پخش میکنیم و ببینیم که ایشون درباره برنامه امروز صحبت کرده یا کلن این جنرال، ببینیم چیه. بفرمایید آقای سعیدی، با شما هستیم. آقای سعیدی هستم، مزاحمت میشم، حالت خوبه؟ مزاحم نیستی، بفرمایید. چیز خوب باشه براتون. گفتی که سلطنت طلبها خودشون رو خجالت میکشند، خودشون رو پادشاهی طلب هوادار پادشاهی معرفی میکنن. نه برادر عزیز، اینطور نیستش. دنیا عوض میشه دیگه، همه چیز که در روی پاشنه نمیچرخه. زمانی بود که پهلوی ها اومدن، خب امروز ما میدونیم که باید واقعا چکمه های رضا شاه رو بوسید یا اقدامات فردی محمد رضا شاه رو باید. نه شما میگی ما، منظورت کیه؟ شما، همسرت، برادرت، یا شما هستی؟ ما نیستیم. من اتفاقا برای دوستمون نوشتم که آقا هی نگید ما، هی نگید ملت مردم، بگید من. آقای سعیدی شما بگو من امروز فهمیدم، و اینو خیلی قشنگ گفتی. ببین یه قسمت چه همچین که قشنگ میگی میخوایم جذب بشیم، امشی میزنیم ما رو دور میکنی. قشنگ گفتی، گفتی امروز دیگه ماها نمیگیم سلطنت طلب، چون هم زمانش گذشته هم ماها با شعورتر شدیم. آقا چه اشکالی داره ما به شما بگیم با شعورتر شدیم، شعورتون بیشتر شده؟ والا بلا این احمقی که میاد این بهبهانی لنگ میگه من این 40 سال پیشم همینو میگفتم، خب این احمقه. من آقا طرف بهم میگه آقا چند سال پیش خیلی اینجوری بودی، میگم آقا عاقل شدم، عوض شدم، دانا شدم، افتخار میکنم. شما عزیز من از خودت حرف بزن، یا وقتی میخوای بگی ما، بگو من مادرم، پدرم، برادرم، همسر برادرم، دخترم، پسرم، که تازه اونام اگه صداتو میشنون بعدم بیان بگن آقا ما کی بهشون وکالت دادیم. عزیز من بگو من. اگر شروع کنید بگید ما، مردم براتون جوک میسازن. این شاه بیچاره به خودش گفت ما خاندان جلیل سلطنت، برایش جوک ساختن، گفتن شب که میخواد بره اتاق خواب در میزنه، خانم فرح میگه کیه؟ میگه ما. میگه یکی یکی بیان تو، من امشب خسته هستم. نکن عزیز من. آقای سعیدی بگو بله سوربی شما درست میگی، سلطنت و حکومت پهلوی حکومت سلطه بود، اون گذشت، قرن بیستم گذشت، الان ما طرفدار پادشاهی هستیم که مثل هلند و نمیدونم کشورهای دیگه این چندتایی که باقی موندن که با دوچرخه میرن و میان. شما کسی رو پیدا کن که با دوچرخه تو ایران بخواد پادشاهی باشه، منم پادشاه طلب میشم. بعدم ایمیل بزن ببینم یه وقت بیا با هم کلکل کنی. اینجوری بگی و در بری مثل این میمونی که من نشستم توی این اتاق شیشه‌ای، چراغا هم روشن، شما تو خیابون تاریک میای، تازه یه نفر هم دست نشسته با تیرکمون سنگ میزنی میری، بعدم دوتاتون میرید اونجا میخندی، میگی آقا دیدی عجب زدی میشا، شما منو نزدی، شما ترسو بودن خودتو ثابت کردی. اینو فهمیدی امروز با بلایی که به سرمون اومده؟ اینو فهمیدی امروز با بلایی که به سرت اومده؟ خیلی ها بلا به سرشون نیومده، خوشحالن که اینا اومدن، پول ساختن، زمیناشون رو نمیدونم دزدیاشون رو، خیلی ها خوشحالن. شما میتونی بگی با بلایی که به سرم اومده من فهمیدم. آقا من یه جایی بودم گفتم خدا وکیلیش گور پدر اینها، ولی من که هم زمان شاه به دو داداشم گفتم نمیام، هم 5 سال بعد از انقلاب گفتم نمیام، آقا اینا اینقدر اذیت نکرده بودن من میومدم همونجا مونده بودم. ببخشید آقا یه گرداب لجنزاری هی بگیم وطن وطن، کدومتون دیگه میخوان برگردید اونجا؟ دروغ میگید. من که خوشحالم، شما خوشحالی؟ باش نیستی بلندشو برگرد برو، و نگو ما. از قول کی صحبت میکنی؟ ما کیا هستم؟ بفرمایید. ولی خب امروز دلیل نداره که بخوایم همون روش ادامه پیدا بکنه، چون نمیشه ادامه پیدا بکنه. امروز خب مردم تغییراتی ایجاد شده در ذهنیتشون و اون سیستم قبلی حکومت فردی دیگه کار نمیکنه. دوست عزیز به این دلیله که من یا کسان دیگه به پادشاهی برای ایران فکر میکنیم، اونم پادشاهی
دوران پهلوی های دوران شکوفایی. ببینید چقدر قشنگ باز تا اینجا درست گفت، میگه ما دنبال پادشاهی هستیم، اون هم به صورت منطقی. یعنی چی؟ یعنی اون قبلی منطقی نبوده. خدا پدر که بیامرزه، من کجا برم یه طرفدار پادشاهی رو دعوت کنم، با چه مهارتی بتونم این رو از زبونش بکشم بیرون؟ ولی شما چقدر قشنگ خودت تلفن زدی، با خرج خودت تماس گرفتی، داری میگی. میگه اون زمان گذشت. البته یه جورایی میگه که اون زمان اینا به درد ما میخوردن. چرا؟ احمق بودیم ما؟ چرا ما احمق بودیم؟ چرا ما 57 سال در حکومت پهلوی زندگی کردیم، درس خوندیم و ملت احمقی بودیم؟ حالا چی شد 38 سال در دوران این آخوندا ملت باهوشی شدیم؟ اینم بیا یه روز صحبت کن. وقت کمه، ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی 2 دقیقه دیگه با آقای حسن ارشاد از ایران خواهیم بود. ایشون در رابطه با قصه جلسه 97مین هست، قصه پلم، بعضیا این پلم رو پیش هم میخونن، میگن پلمبه. مغازهای بهایی دستاویزی برای وصول به مرحله حکومت بهایی در ایران. ببینید برنامه‌هاشو، باهاشون هم میتونید تماس بگیرید. خیلی هم ریسپانسیو هست، یعنی تماس‌ها رو پاسخ میده و الی آخر. خب چون دیگه 2 دقیقه دیگه بیشتر نمونده، من دیگه صحبت نمی‌کنم، شما 50 ثانیه‌ای که هست بفرمایید. شکوفایی در ایران بود که مردم ایران قابلیت جذب اون رو، سهم اون رو نداشتند، متوجه نشدند که. ببین من میخوام ولت کنم حرف بزنی، خودت نمیذاری. خانم هیلری کلینتون آمد وقتی که قبل از همین نمونیا گرفته بود و اینها، معلومه دیگه آدم مریض، میگن عقل سالم در بدن سالمه، وقتی ایشون بدنش مریضه عقلش هم مریضه، آمد به طرفداران ترامپ بی احترامی کرد، گفت اینا یه مش آشغال کله هستن. شما الان داری به یه ملتی بی احترامی میکنی، بعد انتظار داری این ملت به تفکر شما احترام بذاره؟ نکن آقا، نکن عزیز من. یه جوری طرف بهش، به خانم هیلری کلینتون گفت، حتی اون خانم سیاهی که براش فعالیت میکنه، گفت شما به ترامپ حمله کن، شما به حرفاش حمله کن، ولی به مردمی که دنبال اینن حمله نکن. حتی اگر اینها به خاطر صحبتهای ترامپ گمراه شدن، تو حق نداری به اینا بی احترامی کنی. شما حق نداری بگی مردم احمق بودن. باز اگه بگی مردم احمق بودن، من میگم پس این دوتا پادشاه چکمهاشون شما میخوای ماچ کنی؟ چه غلطی کردن تو 57 سال؟ رضا شاه که تریاک میکشید، خانم آقای محمد رضا پهلوی هم که با امیر میرفت جندبازی. خب نکنید، شما این کارو میکنید، دهن ما رو باز میکنید. این کارو که میکنی شما، با شادم شما طرفدار جمهوری اسلامی هستی آقای سعیدی، این کارو عمدن میکنی تا من به اینا حمله کنم. ببین چقدر قشنگ میشه چرخوندش، این قدرت مدیاست، ازش استفاده کن. بفرمایید. چه شرایط طلایی برای کشور به وجود اومده؟ یه حکومت ملی بود، یه حکومتی بود که به منافع ملی فکر میکرد، تا با یک روش خاصی که اون هم ریشه در، یا شما درست میگی یا شاه، کدومش؟ شاه گفت ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، دیگه از این ظلم هایی که تاکنون شده پیشگیری میکنیم. بیا یه وقت دیگه، وقت نداریم، ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران با ویدیوی خوبشون با شما خواهند بود. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همینجوری که آقای سعیدی داشت. ولی برنامه داشتن درسته که من هر روز میگم اگه سوربی میتونه انجام بده، شما هم میتونید انجام بدید، یک همتی میخواد، یک چی میگن اینجا به اصطلاح ابلیگیشن، نه، خودتون رو باید موظف بدونید که آقا من سر این ساعت اینجا قرار خواهم گرفت و برنامه میذارم. روز روزگارتون خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید، به امید دیدارتون دوشنبه. مرسی.